و صد سلام. خدا کنه که خوب صحت مند سر حال باشین، هر جایی که هستین لباس عافیت بر تن داشته باشین و همیشه گل لبخند بر چهره‌های شما خوبان و عزیزان باشه. و صحت مندی بزرگترین نعمتی است که خداوند بر تمامی ما و شما داده، و چه خوب است که از این صحت مندی ما در راستای تلاش کردن، در راستای زحمت کشیدن به موفقیت ها و رسیدن به موفقیت ها استفاده بکنیم و داشته باشیم در زندگی ما. بعضی هستن صحت مند سلاحار هستن، اما متاسفانه اصلا هدف انگیزه در زندگیشان ندارن، هیچ گونه تلاشی ندارن به خاطر تغییر دادن زندگیشان. همه است در نقطه ای که هستن همین گونه باقی میمانن و زندگیشان از گذشتهشان کرده بدتر و زندگی وخیمتر میداشته باشن. امیدوار هستم شما دوستان تلاش بکنین، به خصوص جوانان عزیزایی که بتونین یک تغییر مثبتی در جامعه داشته باشین. اگر ما و شما تلاش بکنیم، اگر ما و شما بخواییم، میتونیم که جامعه از وضعیت کنونی افغانستان تغییر بدیم و یک تحول مثبت و خوبی در زندگی و جامعه خودمان داشته باشیم. توسط برنامه‌های تفریحی و تعلیمی اشتراک کردن در این چنین برنامه خودش میتونه بزرگترین کمکی باشه که ما و شما توانایی و استعدادمان را به نمایش بگذاره، تا اینکه بدانن کسایی که حالا خارج از کشور هستن یا دوستانی که تماشا میکنن برنامه را که جوانان چقدر با استعداد هستن و چقدر تلاش میکنن در راستای رسیدن به موفقیتشان. 0782-2025-00 و 488-41 پل ارتباطی است که شما را در هفت گنج وصل می سازه و می تانین خودتان را ثبت نام بکنین. فقط و فقط همین پل های ارتباطی بوده می تانه، و دوستانی که حالا تقاضا می کنن شخصا خودشان بیاین اشتراک بکنن یا نوبتشان زودتر برسه، فکر نمی کنم از این طریق بتانین خودتان را به زودترین فرصت وصل بسازین. فقط و فقط شماره تماس و 488 هست که میتونید همچنان نظرتان را انتقادتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، تا اینکه ما هم تلاش بکنیم در راستای تقدیم کردن بهترین برنامه بر تمامی شما خوبان و عزیزان. اشتراک کننده های ما هم هستن و تشویق کننده هم با انرژی خیلی خوب آمدن و تشویق میکنن اشتراک کننده های عزیز را. حالا میخواییم که هم خودشان را هم اشتراک کننده را تشویق بکنن تا برنامه امشب را آغاز بکنیم. باز هم خوش آمدین و شبتان بخیر. خدا کنه که خوب صحت مند سر حال باشین و یک سلام جداگانه به عزیزایی که همین لحظه با هفت گنج پیوستن و همیشه وقت برنامه خودشان را دنبال میکنن و دوستداران برنامه هفت گنج. خدا کنه که شما هم یک روز بیاین اشتراک بکنین و برنامه خوبی داشته باشین با شما و خودتان را بتانین با یک میلیون افغانی موفق بسازین و بتانین با خودتان ببرین و داشته باشین. رمز موفقیت شما در زندگی بودن میتونه ای که یک میلیون افغانی میتونه در هر قسمت زندگیتان مشکلاتتان و کمی و کاسیهایتان را از بین ببره و برطرف بسازه. اشتراک کننده ما هم رسیدن، همراهشون معرفی میشیم و بعداً شروع میکنیم برنامه هفت گنج. خوش آمدید. خوش باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و خدمت هزار گرامی و خدمت بیننده های تلویزیون خورشید. نوروز علی هستم، یکی از اشتراک کننده های برنامه هفت گنج. فعلا دیگه صنف 12 را خلاص کردم. صنف 12 را خلاص کردین و آمادگی به خاطر کنکور دارین. از من ان شاء الله که موفق باشین. شما هم خوش آمدید. خوش باشین. سلام علیکم. محمد مهدی هستم، یکی از اشتراک کنندگان هفت گنج. یک از فارغین صنف 12 هستم. امیدوار هستم که برنامه خوب باشه. اگر خودتان بخواین و اگر دوست داشته باشین برنامه دلچسبی رو داشته باشین، بستگی به خودتان داره. حتما دیگه همراه خودتان آمادگی گرفتین، یکان زمزمه و فکایی هم دلا برای برنامه می داشته باشین دیگه از شما. بسیار خوب، چون نسبتی با دیگر دارین؟ دوست هستین. در کجا معرفی شدین؟ در کورس در آمادگی کانکورا. بیشتر از دوستا همین دوستی و صمیمیتشان در آمادگی کانکور دیده میشه و پیدا میشه، به خاطر که هر دویشان آمدن به خاطر یک هدف، اینکه علم و دانش هست، تحصیل است و پا گذاشتن به یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین عرصه‌ای که در زندگی تک تک ما و شما میتونه باشه. ان شاء الله کردیتون موفق باشین. چندم فارغ شدین؟ دوم. و شما؟ همچنان دوم فارغ شدین. در مکتب خود دیگه خدا نمیشناختین؟ نمیشناختین. خب از کدام مکتب فارغ شدین؟ از لیسه شرک خراسان. و شما؟ عبدالعلی مستقیم. مکتبی که شما اشاره کردین در کابل نیست فکر کنم؟ هست، در کابل هست. خب در کدام قسمت از کابل هست؟ مر در دی خدای داد مربوط سرک بالا.
خب خیلی خیلی خوب. ان شاءالله که دیگه بتون یک میلیون افغانی رو با خودتون ببرین. هر دوتون دوم نمره هستین. دوم نمره هم در درجه هست و فکر نمی‌کنم تفاوتی با اول نمره داشته باشه. تا یک نمره دو نمره بعضی از اوقات میشه که اول و دوم شناخته میشن. آمادگی ها تام گرفتین دیگه. نان شب را نوش جان کردین؟ بله. خب با هفت گنج ماشنایی داریم؟ داریم. خب بسیار خب من کوتاه برنامه براتون معرفی میکنم و حتما صحبت های دیگر هم همراه شما می داشته باشیم. در پایان معرفی برنامه اگر سوالی از برنامه بود میتونید که پرسش شما ما شریک بسازین. درست است؟ هفت سوال و 30 میلی توسط این 30 میلی شما میتونید خودتون با 1 میلی افغانی وصل بسازین. 12 میلی خالی است که با رنگ سبز و 18 میلی با پول است که با رنگ سرخ نشان داده میشه و 1 میلی افغانی هم که در نمایش ظاهر شده و پیش از پیش آمده. 1 میلیون افغانی تنها نیست، از 1 میلیون افغانی تقسیمات شده که شما میتونین با خودتان ببرین. میبرین دیگه 1 میلیون افغانی هم به خاطر همین مقصد و همین هدف آمدین. بله. چی میکنین با 1 میلیون افغانی؟ خرج تحصیل میکنین. خرج تحصیل میکنین. کدام رشته رو میخواین انتخاب کنین که اینقدر پر هزینه هست؟ من رشته دلخواهیم طب معالجه هست. طب معالجوی هست. بله. اگه دکتر چی کنیم؟ یک روز به درد خواهد خورد. خیلی خوب. نان شب گفتین نوشه جان کردین، اما صداتون خیلی پخش است. کمی بلندتر صحبت بکنین، با انرژی تر صحبت بکنین. و شما کدام رشته را میخواین انتخاب کنین؟ کامپیوتر ساینس. کامپیوتر ساینس هم میخواین انتخاب بکنین. انشالله کردیتون بتونین به اهدافتون و رشته هایی که دوست دارین برسین. خب با 1 میلیون افغانی گزینه کمکی است که اگر از سوال اصلا نمیدانستین میتونین که از 1 میلیون افغانی استفاده بکنین. 1 میلیون افغانی رو برای ما میتین، ما از سوال میگذاریم و شما میتونین خودتون رو به سوال های بعدی وصل بسازین و برسانین. اما اگر 1 میلیون افغانی نگر در میله ها استفاده کردیم از دست دادین دیگه اصلا به درتان نمیخورن و در وقتی که واقعا نیاز دارین نمیتونه کمکتان بکنه، پس دقت بیشتر داشته باشین. و میله ها همچنان میتونه کمک بکنه شما را با پیدا کردن میله های سبز گزینه های اشتباه دور میشه و با پیدا کردن پول های کم میتونین که پول های کم را دور بسازین. اما تلاش بکنین که چانس دار بیدار بسازین دیگه. این برنامه چانس خیلی مطرح است، استعداد و توانایی که بدون شک گزینه نخست میتونه باشه. سوالی ندارین از برنامه؟ نه خیر. کاملا آماده هستین؟ بله. مزامینی که دوست دارین سوالات از همین مزامین باشه، کدام مزامین هست که اون سوالا رو ما نیاریم؟ اصلا مضمون دلخواه ما مضمون ساینسی است. خب خصوصا ریاضیات، اما بازم از شما در سوال باشه فرق نمیکنه. با شما؟ با من فرق نمیکنه. فرق نمیکنه، یعنی معلوم میشه که همون تو آمادگی هم تو ما گرفتین دیگه ها. بله. خب از دوستانی که تشویق کننده هستن اینجا حتما همراهتون اومدن، امیدوار هستم که بیشتر تشویق بکنن که روحیتان قوی تر باشه و پاکت خطر هم همکارای ما اشاره میکنن تا اینکه بیارن و دوستا هم کاملا دلشان جمع باشه از این ناحیه که برنامه هفت گنج کاملا برنامه شفاف است. درست است؟ شما فکرتون مکمل و منسجم بسازین به برنامه و اگر فکرتان تیتو پاشان باشه و بخواین که از دوستانتان یگان نشارگکان بگیرین و یگان نخلگان بگیرین، این میتونه فکرتان هم مخشوش بسازه. درست است؟ خب سوال اول آماده هستین ببینیم؟ بله. خب اجازه بتین من پاکت خد از همکارم بگیرم. تشکر. این هم پاکت کاملا دفتان جمع شد دیگه. حالا هم سوال اول، از نظر اطلاعات تاریخی و انشای فصیح و بلیغ و از جمله کتاب‌های معتبر دری کدام یکی از اینها است؟ الف فتوحات مکی، ب مقامات تحریری، جیم تاریخ بیهقی و دال فصوص الحکم. اگر میدونید جواب، اگر شک دارین برید سراغ میله ها و اگر اصلا نمیدونین به خاطر که در سوال اول حذف نشین میتونین که از گزینه کمکی 1 میلیون افغانی استفاده بکنین. سراغ میله. سراغ میله. خب برید سراغ میله. کدامتون میلی؟ خب میله شماره چند تا میخواین انتخاب کنین؟ شماره 26. میله شماره 26 را دوستتان گفتن و انتخاب کنین و چانس خوب. ۱۷۵۰۰۰ افغانی در انتخاب اولتان دیگه. متوجه باشین یک ذره متوجه باشین تا اینکه پولای کم و میلای خالی را پیدا بکنین. خب شماره یک. خوب است. یک پول زیاد، یک پول کم. انتخاب بعدی چندم؟ شماره 19. 19 هم برین سراغ میله شماره 19 هم. 16 از 19 در این قسمت هست رو برویتان. 500 افغانی. خوب است.
خوب است، خوب است، خوب پیش میرین. انتخاب بعدی؟ شماره سی. سی. میبینیم میله شماره سی. آفرین. یک افخاری، نام خدا، خوب است، خوب پیش میرین. چند نو؟ انتخاب بعدی؟ شماره 29. چند؟ شماره 29. 29. برین سراغ میله شماره 29 و چانس خوب. ۲۰۰,۰۰۰ افغانی، پول زیادی است، پول زیادی است، متوجه باشین. خب انتخاب بعدی، میله انتخاب میکنین یا گزینه یا یک میلیون افغانی در هر زمانی که دلتان بخواد میتونین استفاده بکنین. میله شماره چهارم. میله شماره چهارم و اما ۱۲۵,۰۰۰ افغانی، متاسفانه. انتخاب بعدی شماره پنج. شماره پنج. میله شماره پنج. خب ببینیم. برعکس بسازیم. الف. الف اشتباه هست. خب برعکس بگذاریم. برعکس بگذاریم. نمیم گزینه که انتخاب کردین. به جیم و دال. گزینه انتخاب میکنیم؟ گزینه انتخاب. جواب پیدا کردیم؟ بله. مطمئن؟ گزینه جیم. مطمئن هستی؟ بله. 100%؟ بله. دوستایتان خب کمکتان نکردن؟ نه خیر، مثلا اون طرف دیدم. خب دیدم. قفل شوه؟ بله. نمیخواین از یک میلیون افغانی استفاده بکنین؟ نه خیر. مطمئن هستین؟ بله. ممکن است که شما را حذف بسازم این انتخابی که کردین؟ نه انشالله نمیسازم. درست. نظر خودتان هم موافق هستین با نظر بله. دوستتان؟ بله. جیم؟ بله. قفل میشه جیم. سوال اول و قدم اول تونستین که به خوبی پشت سر بگذارین و به مراتب سوالات سخت‌تر شد امیره، پس متوجه باشین که از میله ها هم در فرصت مناسب استفاده بکنین و از گزینه کمکیتون همچنان. در سوال اول شما مقدار زیادی از پول ها را از دست دادین. خب پول های کم خوب است و نفعتان است، اما باز هم 6 پول را شما از دست دادین و امیدوارستم دقت بیشتر در این قسمت داشته باشین. کمکی نزدیکتر هم استاد شوین. خب مزامینی که بیشتر در مکتب شما ناراض بودین از حالا درس دادن و از نبودن امکانات درست و صحیح‌تر و تسهیلاتی که باید وجود داشته باشه، کدوم مزامین بوده بیشتر؟ به نظر من که بیشتر مضمون کیمیا بود، چون که زیادتر تجربی استم. بعد در مکتب هم دیگه زیاد چی نبود، مثلا تجهیزات که ما روی از نامی عملیه‌ها و آزمایش‌های کسر انجام می‌دیم، باز کمی برای ما ثقیل بود فهمیدن، چون که ما رو به صورت تجربی نمیتونستیم تجربه کنیم. با چی میکردین در امتحانات؟ مجبور میخانیک میکردیم. میخانیک. بعد حالا در امتحان کنکور چطور خواهد شد؟ خب در امتحان کنکور کمی مشرح‌تر و مفهوم‌تر درس میتونن استادا، بهتر دیگه، بهتر. یعنی استادان امتحان خوب بودن، زحمت میکشیدن، ما امکانات وجود نداشت. بله. بسیار خوب. و خودت؟ از ما همچنان کیمیا. کیمیا مشکلات داشت. واقعا بعضی از مضامین هست که با امکانات بیشتر ضرورت داره. کیمیا بله. هست. دیگه کدام مضامین هست؟ بیولوژی هم هست. فیزیک هم تا جایی ضرورت داره. بعضی از موارد را که باید به گونه حالا درستش درس داده شه و امکاناتی که وجود داره، تجربیاتی که وجود داره، باید استادان شریک بسازن و امکانات همچنان کتابخانه حتما بوده دیگه در مکتبتون. کتابخانه بود. بله. چطور حالا سری زدین به کتابخانه مکتبتون؟ خب کتابخانه یک تایم فقط باز بود، یعنی دو تایم مکتب ما داشتک، یک تایم صبح بود که ساعت 7 تا 12 بود، بعد بعضی وقتا یک سال تبدیل شد تایم صبح بود کتابخانه باز، که بعضی روزا میرفتیم دیگه استاد که نمیومد، ولی بیشتر همون تایم بعد از ظهر چه بود استادا میگفتن که در کتابخانه ها می بود. چطور کتابایی که واقعا مدد بخوره یک متعلم باشه، کتابایی که بتونه کمک بکنه شما را وجود داشت؟ بله بعضی کتابایی بودن که میتونستم بودن کتاب ها. بسیار خب از لحاظ ورزش و کتب شما در چه سطح بود و مکتبتون چقدر میتونست که دانش آموزا را از لحاظ سپورت و ورزش و این موارد همچنان بتونه که کمک بکنه و بتونه یک چیز را یاد بتن؟ از ما مکتب ما از لحاظ ورزش، از لحاظ کتابخانه، از لحاظ لابراتوار خیلی ضعیف بود واقعیتش. حتی مکتب ما یک لابراتوار داشت که ما در طول سال که کیمیا میخوندیم یک بار روی لابراتوار را نمیدیم. وجود داشت و وجود اصلا داشت. شما نمیرفتیم. وجود داشت، حتی امکانات سیام نداشت. دیگه از لحاظ سپورت هم سریمون چیز کوشش نمیشد، چون فقط همین چیزی که مضمونای تحریری بود. خودتون ورزش دوست دارین؟ بله ورزش. کدام رشته ورزش دوست دارین؟ ورزش میکنین؟ فوتبال دوست دارم. فوتبال هم میکنین دیگه؟ بله. کدام بچه‌ست که فوتبال دوست داشته باشه؟
پیدا میشم. خب طرفدار کدام تیم هستین؟ من طرفدار ریال مادرید هستم. خب چرا ریال مادرید؟ به خاطر که خیلی دستاوردهای زیاد هم داره دیگه. یک تیمی است که خوب بازی هم میکنه. و خودت؟ طوفان هیدرود در افغانستان. بله. و دو تیمی که حالا بیشتر جهانی است چی؟ طرفدار کدام تیم هستین؟ ریال مادرید. ریال مادرید. بسیار خب. و در افغانستان کدام یک از بازیکنان تیم ملی را دوست دارید؟ خب یک بچه هست شاید نشناسین، در تیم 18 سالش یا 20 سال خب. و اسم حسین است، خوب بازی میکنه. در فوتسال است دیگه؟ نه فوتبال است. خب در فوتبال است. بسیار خب، انشالله که همگیشان که افتخار آفرین کشور هستن بیشتر زحمت بکشن و همچنان جوانانی مثل شما حمایتشان میکنن، واقعا میتونه قابل قدر باشه. بلند به افتخار تیم ملی افغانستان تشویق بکنین که خیلی زحمت میکشن. سوال بعدی. سوال: در حدود چند نوع مار در افغانستان شناخته شده است؟ الف 20 نوع، ب 27 نوع، جیم 38 نوع و دال 32 نوع. سوالی که خیلی آسان است. گزینه ب. مطمئن هستی؟ بله. نمیخواین از میله استفاده کنین؟ یک میلیون افغانی؟ گزینه ب. 100 درصد. در کدام مضمون خواندی؟ بیولوژی سنف 11. بیولوژی سنف 11. چی جغرافی؟ جغرافی سنف 11. خب جغرافیای سنف چند؟ 11. خب و قفل شوم؟ بله. کدام گزینه؟ ب. چند فیصد مطمئن هستی؟ 100%. من 5 ثانیه دیگه براتون فرصت میتونم، به خاطر که حذف نشین یک بار دیگه ممنونتون مشوره داشته باشین. درست است؟ مشورتون رو داشته باشین تا اینکه دقیق انتخاب بکنین. یک، دو، سه، ب. درست است. ب درست است. خواسته است. قفل میشم. خیلی نام خدا خوب است. دیگه حالا وقتش است که توفیقی که به برنامه آوردین زمزمی از شما داشته باشیم. صدا که نداره، ما هنگ گوش نمیکنیم. شما؟ من همچنان موسیقی زیاد گوش نمیکنم. هیچ در صورت که همیشه شاید گوشه که در این گوش نان باشه و بشنوینا. نه از ما کنم. نمیشنوی زیاد؟ نه خیر، زیاد نمیشن. چی آوردین؟ فکایی، خاطره، شعر، هر چیزی که آوردین؟ من یک تا فکایی آوردم. بفرمایید. یک چندین کشور را کشورهای پیشرفته ان، هم تمام کشورها میخواستن که یک مسابقه بده که کدام کشور قوی تر است. دمی کشورها از هر کشور یک نفر میرفتن. دیگه از کل کشورها یک نفر رفتن در اون مسابقه، چون اون مسابقه اگر کسی میبرد دیگه کشور خیلی مشهور میشه. از افغانستان از بعضی کشورها هم رفتن. از افغانستان یک نفر، دو نفر رفتن از افغانستان. وقتی که رفتن در عین صحنه مسابقه دیدن که بلند منزل بسیار بزرگ است. گفته هر کس از این بلند منزل خود ده هاوس برتن. دیگه تمام شرکت کنندگان تمام کشور آمدن که دیدن دیگه نتونستن که از این خود برد. اما این دو تا افغانی که میره اول یکش میره میگه تو اول برو چی رقم. یکی میره از بلند میبینه که بسیار پایین است. خب. از دیگر میگه تو بیا سعی کن اوقدر پایین نیست. وقتی که دیگه میره ایره بالاگت میزنه و داخل هاوس میفته. تمام کشورها حیران میمونه که چطور برنده شد. وقتی که او از هاوس میآیه بیرون دیگه دشنام میدن یاره افغانی دیگره. خب. که چطور مرنده. باز اونا چقدر طولانی شده فقط. اونا نمیفهمند که مثلا این چی میگه در افغانی ها. بعد از او دیگر از بالا میره میگه چی میگه. باز این ترجمه میکنه میگه این میگه خب پایین بود مزی که از بلنده خودم اندازم. تشویق میکنید. واقعا دیگه نمیفهم در این قسمت چی بگویم با مرگایی جان. شما چی؟ خاطره ای از دوران مکتب چیزی که آوردین با خودتان؟ از دوران آمادگی یک خاطره آوردیم. بفرمایید. خب استاد بود میگفت سوال حل میکردیم، بعضی محاسباتش خیلی مشکل بود، وقت گیر بود. استاد گفت که ماشین حساب بکشه، موبایل خود بکشه، چی کنه؟ محاسبه کنه. باز من موبایل خود کشیدم محاسبه میکردم. وقتی که سوال خلاص شد موبایل دستم بود، ایده آنلاین استینم رفت. باز آخر سن فرش پشت موبایل میگشتم پیدا نمیشد. میگفت رفیق خود زنگ میگفتم زنگ بزن که کجا هست. زنگ میزد صداش میامد نمیفهم. تا خانه رفتم اون وقت باز دیدم موبایل نمای نست. آستین تا نفته دیگه. این وقت محاسبه بوده یا وقت نقل کردن بوده؟ وقت محاسبه بود. سبانی و درس بود. مطمئن هستی؟ بله.
خب بس کم کم دیگه دلتون هستم تو پایین شنید برین چطور یک کمی تنفس ها چمید جایتون زیاد تغییر نتین تا یکی از کامرا بیرون نشین. خب دیگه روز روزگار زندگی در افغانستان چطور میگذره؟ در کابل با این همه آلودگی ها با هوایی که وجود داره یکتون جواب بتین بر من. خب طبعا دیگه چون که آلودگی زیاد است باید کمی مواظب بدن خوب باشه انسان. ماسک چیزی میزنیم دیگه ها استفاده میکنیم. بسیار خب واقعا آلودگی آب و هوا خیلی زیاد شده و خصوص در فصل سرما آرزو میکنیم که برف و باران بیشتر داشته باشیم. یکی خواهد خوشسالی ها خوب میشه وضعیت افغانستان، یکی دیگه هم میتونه که باعث تصفیه آب و هوا همچنان باشه. سوال بعدی، یکی از کهکشان های زیل از زمین 200 میلیون سال نوری فاصله دارد. الف کهکشان راه شیری، به کهکشان سگانه، جیم کهکشان اندرومیرا و دال کهکشان قنتروس. کدام یکی؟ خب یک میلیون افغانی هنوز هم هست، در فرصت مناسب استفاده بکنین تا در میله ها و انتخاب میله ها از دست نتین. میله ها هم هست، هر کدامتون که دوست دارین میتونین استفاده بکنین. خب من یک بار دیگه گزینه ها رو براتون اشاره میکنم. الف کهکشان راه شیری، ب کهکشان سگانه، جیم کهکشان اندرومیرا و دال کهکشان قنتروس. سراغ میله میری؟ برید سراغ میله. بفرمایید برید سراغ میله، کدام میله رو انتخاب میکنید؟ شماره چند؟ 21. میله شماره 21 رو انتخاب کردن و چانس خوب. هزار افغانی از عده پول های کم هست، تلاش بکنید تا پول های کم را پیدا بکنید. انتخاب بعدیتون 12. میله شماره 12 میله شماره 12 و ما 225 هزار افغانی. متاسفانه انتخاب بعدیتون شماره 13 میله شماره 13 برعکس بسازین. یکی از این گزینه ها را علف اشتباه هست، به جیم و دال باقی مانده. اگر شکتان برطرف شده گزینه انتخاب بکنین تا پولای زیاد را از دست ندین. اگر اصلا نمیدانین یک میلیون افغانی را استفاده بکنین تا خودتون را برسانین به سوال چهارم و سوالات بعدی. اما اگر شک دارین هنوز هم میله انتخاب کنین. چندم نمید؟ شماره سه. میله شماره سوم برعکس بسازیم. الف و دال اشتباه هست، ب یا جیم. یک میلیون افغانی گزینه کمکی هست. اگر نمیدانین استفاده بکنین، شما را کمک میره کنه تا برسین به سوالات بعدی. سه دو یک کدام گزینه؟ یک میلیون امتین. یک میلیون امتین؟ خب بگوین برم یک میلیون افغانی از ما بگیریم. از ما بگیرید یک میلیون افغانی. اما ای که یک میلیون افغانی در کدام یکی از این میله ها است حدس میزنین در کدامش باشم؟ 27. 27 میبینیم که یک میلیون افغانی در کدام میله بوده. میله شماره دو باشه. میله شماره چند؟ نه در خود یک میلیون افغانی را داشته. خب شما از یک میلیون افغانی گذاشتین و در میله شماره نهم بوده. کدام گزینه را حدس میزنین که درست بوده؟ اندرومیدا گزینه جیو. جیو هم درست بوده. متاسفانه که خوب است که حذف نساختین خودتان. خوب است که در فرصت مناسب را استفاده کردین. همیشه کتون شاید اشتباه می بود. خیر باز هم پولای زیادی باقی مونده، بتونین از همین پولا استفاده بکنین. همین 250 افغانی و 100 افغانی هم دور بسازین، باقی پولا پولایی است که میتونه حداقل کمکتون بکنه. دوستانتون همینجا میگه کرای رای ما چطور میشه؟ همین کرای رایتون شاید خیر فرق نمیکنه. فرق نمیکنه. خب نه خب است. سوال چندم بود؟ سوم.
سوم. رسیدیم به سوال چهارم و سوال دیگر باقی مانده، به مراتب سوالات سخت میشه. پس تلاش بکنین حالا گزینه کمکتون هم که از دست دادین دیگر استفاده کردین. میله فقط میتونه که تکیه‌گاه شما باشه و میتونه شما رو کمک بکنم. همو دقتتون اینجا شرط است، باید دقت داشته باشین، مشورتون رو فراموش نکنین حتی در انتخاب میله. وقتی که دو مفکوره و دو ذهن یک جای باشه بدون شک میتونه تاثیر مثبت‌تر و خوب‌تر داشته باشه، درست است؟ بعضی وقتا میشه چانس یکیتون هم روی میکنه، یک میله رو انتخاب میکنین، بعضی وقتا هست که چانس دومتون میتونه نقش داشته باشه. چانس کدامتون خوب‌تر است؟ هنوز درست معلوم نیست فعلا. هنوز چانس رو امتحان نکردین؟ نه خیر. خب در امتحاناتی که در مکاتب بوده چی؟ اصلا تجربه نکردین چانستان را؟ چانس نه. دیگه حتما منتظر هستین در امتحان کنکور چانس را امتحان کنین دیگه؟ چون میگن که امتحان کنکور هم چانس نقش میتونه داشته باشن. اما از 100% شاید 10% یا 5% بتونه نقش خود را بازی بکنه و داشته باشه ها؟ بله. خب آمادگی کنکور در سایتون چگونه سپری میشه؟ آمادگیایی که گرفتین، مطالعاتی که خودتون میداشته باشین، مشورایی که از دوستانتون، از کسایی که این آزمون را پشت سر گذاشتن و از استادانتون، فامیلتون چقدر همکاری میکنن امروی شما؟ درس ها بسیار عالی میگذره. وقتش در کورس که خودم میخوانم، حتی امیال خودم افتخار میگنم که ما در کورس درس میخوانم. وقتش خیلی استادای دلسوز داره که با ما کار میگنند. اگر ما انشالله، اگر مطمئنم هستم سر خود، اگر آینده کدوم چیز شوم تمامش مدیون استادای خود هستم. چون خیلی وقتش، چون ما تا این سن خود که ما تجربه کردیم کورس ها را خواندیم، اما این استادای دلسوز تا حال ندیده بودم. خود نقش استاد هم میتونه خیلی مهم باشه. خیلی موثر است. بعضی استادا هستن که اما خمی کنن که تایم وقت پر شوا و بیاین اما ماش خدا بگیرن ماهانه و خلاص دگان. اما واقعا بعضی از کورس ها امروزه هست که خیلی زحمت کشیدن و واقعا شاگردا رو کمک کردن ها. بله. خب مصروف چه کاروبار هستین بجز آمادگی و در سایت ها؟ خب مصروفیت دیگری هم دارین؟ بعضی زمانی که مصروفیت من ندارین؟ امی خودش یک کار خیلی کلان است. مصروفیت از خودش. بسیار خب، سوال بعدی. سوال: محمد خان شیبانی با چند تن از سپاهی خود در نزدیکی مرو به قتل رسید. الف 17000 تن، ب 5000 تن، ج 22000 تن و د 10000 تن. 10000 تن آخر بودم. اگر معلومات دارین جواب، اما اگر شک دارین فقط میلا میتونه در این قسمت کمکتون بکنه. از گزینه کمکتون یک میلیون افغانی استفاده کردین. گزینه دال. گزینه دال. مطمئن؟ بله. 100%؟ 100%. حذف کنم میتونین خودتون؟ نه انشاء. نمیشه ان شاء الله. خب قفل شوم؟ بله. تصمیم به دست خودتون است، اما اگر از میلا استفاده بکنین شاید کمکتون بکنه تا جایی. اما اگر مطمئن هستین 100% قفل بکنین گزینه. قفل میشه. فقط 3 سوال دیگر باقی مانده. تانستین که 4 سوال به خوبی پشت سر بگذارین. امیدوار هستم همین گونه پیش برین و 3 سوال محدود دیگر هم بتونین جواب بدین. با 100 افغانی چی میکنین؟ کرای را. کرای را تو میشم. خب باز با 250000 افغانی چی میکنین؟ کرای را. کرای را باز. کرای را میشه و مصرف تحصیل پرامیک. مصرف تحصیل پرامیک نه. خیلی خوب. در تحصیل بیشتر امکانات مهم هست یا ای که توانایی و اعتماد به نفس و تلاش خود ما هستن؟ بعضی هستن در امکانات خیلی خوب هستن، در بهترین پانتون درس میخوانن، حالا موتری دارن که میبرن اینا را به سهولت میرسانن، میایه با لباس گرم و با لباسی که خیلی عالی هست میرن میاین، اما اصلا نتیجه نمیگیرن، همیشه با واسطه و همیشه با پول پیش رفتن. اما بعضی از جوانان هستن که در بدترین شرایط میاین و درس میخوانن. خب امکانات هم درسته یک بخشی از تحصیل تشکیل میده، ولی نمونه خوبش که ما می دیدیم یکی امیر رضا رفعت که اول نمره کنکور 2 سال پیش بود که بدون هیچ نوع امکانات تونست که اول نمره کنکور شده. بله، شما هم دیگه اصلا میخواین هم تو نمره خوبی از آن خودتان بسازین. بسیار خوب، خواستن توانستان هست بدون شک. بله. اگر بخواین، اگر تلاش بکنین اصلا میرسین. خانواده چقدر تشویقتان میکنن؟ در با فامیل در خانه هم اینجا هستین، در کابل هستین یا خیرون در ولایت ها هستن؟ شما اینجا هستین؟
در کابل هستیم با خانواده. از شما همچنان؟ من با در کابل هستیم. از کدام ولایت هستین؟ از ولایت بامیان. و شما؟ میدان بردک. میدان بردک و بامیان. بامیان رفتین دیگه؟ بله. چند بار؟ زیاد رفتم. صحبت بکنین کمی از بامیان. بامیان من خود زیاد رفتم. واقعش بامیان من چون ولایت ما از غیر از اینکه ولایت ما خیلی دوست دارم ولایت، چون خیلی یک ولایت پاک است، ولایتی که از آب و هواش گفته اینطا خیلی دلنگیز است. واقعش برای دقیقاً حتما دیگه خستان... شما رفتین بامیان؟ من بامیان. خب حتما شما باز میدان مردک رفتین؟ میدان مردک تیر شدیم دیگه در از مسیر بامیان رفتیم. بسیار خوب، حتما دیگه دوستان ببرین یک ذره چکر ببرین در ولایت های دیگه تون مشترکاً برین دیدن از ولایت ها داشته باشین، چون کشورتون هست و باید معلومات دقیق داشته باشین. سوال بعدی. سوال: تمدن اولیه یونان به نام چی یاد می شود؟ الف کرد، ب مایا، جیم درویک و دال ایجن. الف خود درست است، بازم میلر انتخاب کنید. خب اگر میخواین از میلر میتونین استفاده بکنین، به خاطر اینکه بفهمی میلای خالی را پیدا بکنین و میلایی که در خود پول کم را داره. اما باز هم پس این بدن خودتان هست. میله شماره چند انتخاب میکنیم؟ شماره 6. میله شماره 6 میبینیم. ۲۵۰,۰۰۰ افغانی متاسفانه. انتخاب بعدی شماره 18. انتخاب کنین میله شماره 18. میبینیم با هم میله شماره 18 بلک بسازن یک از این میله ها را. جیم اشتباه هست. انتخاب بعدی. خب شک برطرف شد. شکتون برطرف شد؟ بله. خب بین الف و جیم شک داشتین؟ نه خیر، خب ما میخواستیم این پولای کم حذف کنیم. خب پول کم حذف کردین دیگه. اون 250,000. بله چانس کن. خب کدام گزینه؟ الف. چند فیصد مطمئن هستین؟ 100%. قفل شوه؟ بله قفل میشه. فقط 2 سوال دیگه باقی مانده. شاید این 2 سوال خیلی سوالات سخت باشه، به خاطر اینکه سوالات آخر برنامه افکنچ هست و سوالات آخر در مجموع در امتحانات هم تو اگر ببینین سوالات اول آسان هست و سوالات بعدن به مراتب سخت‌تر میشه. یکی این افغانی استفاده کردین، جواب را میدونستین، اما باز هم استفاده کردین، اما باز هم میگذاشتیم به سوالات بعدی. خوب بودم و شک داشتین شما و شاید همون شک شما رو حذف میساخت. فقط میله میتونه کمکتان کنه و امایی که 8 میله با پول مانده و 8 میله خالی مانده، از بین این میله ها باید 8 میله خالی را پیدا بکنین تا در چانستان میله خالی و یا میله‌ای که در خود پول کم نداره نباشه. درست است؟ پس دقت بیشتر داشته باشین، از میله ها استفاده باید بکنین، اگر نه به نفعتان نمی باشن. حالا بزرگترین پولی که مانده 150,000 افغانی و 100 افغانی همچنان کمترین پول هست. دوستان این دیگه 150,000 افغانی را با خودتان ببرین. بسیار خوب، از این پول چقدر میخواین با کسایی که نیازمند هست کمک بکنین؟ نظر به مشاوری ندارین یا مود کرایراتون مشاوری؟ خب چی میکنین؟ چقدر کمک میکنین؟ فصل سرما است و زمستان است و ناداری و خیلی مشکلات دیگری که شاید ما و شما از شرایطی که اونا دارن شاید اندک بالاتر و خوبتر باشیم. خب اول میتونیم اول همین مواد سوخت بخریم برشان کمک کنیم. اصلا میخرین دیگه؟ نشه که باز از افغانج بر پیسر یا پولو که گرفتین دیگه همون تو برین؟ نه نه نمیشه تو؟ نه انشالله که همون تو نشه. خب دوستانی که اینجا هستن کی هست همراهتان؟ کی آمده؟ دوستا زیاد است. چی تان میشه؟ کلان هم سنفی ماست. کلان سنفی هایتان هستن دیگه. بسیار خب کدامتان از شما دو نفر خواستین به افغانج اشتراک بکنین؟ خب از طرف اداره کورس ما پیشنهاد شد. بسیار خب، خیلی عالی. ای که باز مراکز تعلیمی و تحصیلی میان در قسمت نقش خودشان می داشته باشن، این واقعا به خاطر تشویق شاگردانشون هم میتونه خیلی نقش داشته باشه. دقیقاً امیدوارم صبح که بتونین دیگه 2 سوال دیگه هم پیش ببرین. میبریم ان شاء الله. مطمئن هستین که بتونین جواب بدین؟ دوست دارین همین 2 سوال از کدام مضمون باشه؟ که آبادی گرفتین نسبت به این مضامین. تاریخ؟ تاریخ جغرافیا. سوال هم میبینیم که آیا بدل این دو برادر ما هست از مضامین تاریخ هست یا خیر؟ سوال: در کدام سال دولت خوارزمشاهی تحت حملات چنگیز قرار گرفت؟ الف
1299 میلادی به 1374 میلادی، جیم 978 میلادی و دال 1221 میلادی. میلاد چی؟ سراغ میلاد میلاد. بری سراغ میلاد. میلاد شماره چند؟ 8. شماره 8. میلاد شماره 8. یک طرف میری مرسی. میبینیم میلاد شماره 8. خوب است. پول کمی است انتخاب بعدیتون؟ کامش. 28. دوستان میلاد شماره 28 را انتخاب کردن و انتخاب بکنید شما هم میلاد شماره 28. به اشتباه هست الف جیم و دال باقی مانده. انتخاب بعدیتان 17. میله شماره 17 هستم. یک سال فکر کنم میخواییم دیگه انتخاب کنید. 17 هم 20,000 افغانی دست بین پولایی که باقی مانده. پول زیادی است دیگه، دقت تانو داشته باشین. حالا دیگر از رده پول های کم نمیشه به خاطر که پول زیادی است از بین پول هایی که باقی مانده. انتخاب بعدیتان چندم؟ شماره 11. میله شماره 11 هم را میبینیم. یک سد و پینجا هزار افغانی متاسفانه. خب شماره دو. دو. میله شماره دوم. میله شماره دوم را انتخاب کردن و میبینیم با هم. سلام. انتخاب بعدی میله انتخاب میکنین یا گزینه؟ هر زمانی که خواسته باشین میتونین مستقیم گزینه را انتخاب بکنین. گزینه انتخاب میکنین، بفرمایید. متوجه باشین که حذف نشین. 1221 درسته؟ درسته. گزینه دال. دال. مطمئن؟ بله. 100%؟ بله. حذف نمیشین؟ نه ان شاء الله. قفل شوه؟ بله قفل شوه. قفل میشه. دال. اینه دیگه، خودتان رساندین به سوال هفتم و مرحله اخیر و خیلی سخت. دیگه این سوال چقدر سخت باشه حتما اون دیگه آماتوام گرفتین دیگه، هر سوالی را مطالعه کردین، به هر کتابی سری زدین دیگه. خیلی خوب. در امتحانات آزمایشی کنکور شراکت میکنین دیگه؟ بله. چند نمره تا از آن خودتان کردین؟ چطور درسایتان امتحانات پیش میره؟ بلندترین نمره که ما گرفتیم 315 بوده تو فعلا. 315 میتونید رشته ایده که گفتین؟ بله. به دست بیارین؟ و شما؟ از من 315. 315 دیگه؟ بلندترین نمره چون دوازمایشی که امتحان دادیم. خب بسیار خوب، بسیار خوب. در باز در چی میگن؟ حقیقت که اگر باشه در امتحان کانکور باز چی خواهد شد؟ اما که نمره رو خواهد گرفتی؟ انشاءالله بلندتر میگیرم. انشاءالله از اینکه بلندتر، از اینکه بلندتر میگیرم. چون کورس مسئولش خیلی سخت است واقعا. خب خیلی خوب. خوارم که ما میبینیم. انشاءالله که بتانین، انشاءالله که درستان رو خواندین، زحمتان رو کشیدین، انشاءالله که دیگه بتانین نتیجه مثبت داشته باشین. روزانه چند ساعت درس میخوانید؟ روزانه بجز 8 ساعت که خواب و تفریح چیزا میشه، بقیش درس میخوانید. بقیش درس میخوانید. خیلی خوب. آماده هستی سوال آخر ببینیم؟ بله. 100%؟ 100%. سوال آخر برنامه هفت گنج امشب میبینیم که سوال سخت است و یا آسان و برادرای ما چی میکنن؟ در کدام سال نیروهای آلمانی از زمین و هوا به دنمارک و نروژ حمله کردند؟ الف در سال 1937 میلادی، ب در سال 1939 میلادی، جیم در سال 1940 میلادی و دال در سال 1943 میلادی. 37، 39، 40 و 43. سراغ میلاد. بری سراغ میلاد. کدام میلاد را انتخاب میکنی؟ میلاد شماره چند؟ میلاد شماره 7. بری سراغ میلاد و چانس خوب. میله شماره هفتم. هفتاد هزار افغانی متاسفانه. انتخاب بعدیتان میله انتخاب میکنین یا گزینه؟ 23. 23. میله شماره 23. صد هزار افغانی. میله انتخاب میکنین یا گزینه؟
گزینند خب مطمئن هستین؟ بله کدام گزینه؟ گزینه جیم نوزده چل؟ بله نوزده چل مطمئن؟ بله صد فیصد؟ بله قفل شوه؟ قفل شوه پشیمان خو نمیشین اگر حذف نشین در سوال آخر نه مشکل یک بار دیگه گزینه ها رو با دقت ببینین خودتان 19-37 19-39 19-40 و 19-43 گزینه جیم درست قفل شوه؟ بله قفل میشه گزینه جیم و اما از میله هایی که باقی مانده یک میله را انتخاب بکنین که اگر این سوالتان درست باشه در این میله اگر پول هم باشه از شماست و اگر خالی هم باشه از شماست از همینجور یک میله را انتخاب کنیم 15 22 24 27 20 14 16 25 10 19 کدام یکی؟ 19 زودتر؟ میله شماره 19 هم میله شماره 19 هم تلایی میشه میله شماره 19 هم نمونده 16 میله شماره 16 هم تلایی میشه و از آن شما هست اگر پول در خود داشته باشه و اما از پول هایی که باقی مانده 5000 افغانی 10000 افغانی و یا هم خالی ببینیم از این دو مقدار پول کدامش میره و کدامش باقی میمونه حالوش میره دوست دارین کدامش بره و کدامش باشه معلومه 5000 بره 5000 بره خب اینه بدل شما اما قبل از اینکه ببینیم در میله شماره 16 10000 افغانی هست و یا خیر ببینیم که سوالی ده که شما گزینه‌ای که انتخاب شده و قفل شده درست است ببینیم سوال خود درست است دوستان تان قد تشویق میکنن اما ای که پول داره در خود و یا خیر فرقی نمیکنه بالاخره مرحله هفت که رسیدیم دیگه سوال هفت جواب دقیقاً حالا استعدادتون رو نشان دادین اما چانس تان چطور میشه همگی با هم 3 2 1 متاسفانه میله شماره 16 هم خالی بوده به خاطر که حالا دلتون کاملا جمع باشه که جمع برنامه شفاف است براتون نشان بتوم 16 میله شماره 16 هم خالی دیگه چانس خودتان بوده اما واقعا بچه های بسیار با استعداد با توانایی خیلی خوب و آینده درخشان مطمئن هستم بسیار کوتاه پیامتان خب پیام من ایسته که تمام تلویزیون بچ تلویزیون خورشید از این برنامه ها برگزار کند تا که می ظرفیت جوانای مملکت تواناییشان استعدادشان نشان بتن دقیقاً و شما بسیار کوتاه من از دوستا خصوصاً از جوانا از همسنای خودم میخوایم که دمی راستا دمی راستای تحصیل واقعا خیلی کوشش کنن ده ای امکانات ده ای چی وابسته نباشه چون اگر امکانات هم نباشه استعداد هیچ وقت پنهان نمیمونه تلاش خودشان داشته باشن دقیقاً هر دو برادر ما رو تشویق بکنین و موفق باشین بفرمایید تشکری خاص از تمامی شما خوبان و عزیزانی که بیننده هستین همیشه وقت تعقیب میکنین برنامه خودتان را و تلاش میکنین تا در چنین برنامه اشتراک بکنین و تلاش میکنین تا ای که بسانین خودتان را آماده بسازین در مراحل بعدی زندگیتان به خصوص کسایی که حالا آزمون سرنوشت ساز کنکور را دارن شما دوستان و عزیزان باید بیشتر تلاش بکنین تا اشتراک بکنین و بس بسازین خودتان را به این برنامه 0782-2025-00 و 488-441 پل های ارتباط باتی هست که شما رو وصل می سازم و امیدوار هستم که بیشتر خانواده ها تشویق بکنن تا دختر خانم ها بیاین و اشتراک بکنن به هفت گنج و یک میلیون افغانی میتونه به خاطر تشویق شما خیلی موثر باشه به خاطر داشتن زندگی خوب و موفق همیشه زندگیتان خوش و خوشحال باشه و ایام و کامتان باد و خدا نگهدار